سلام مهناز بانو، چطوری؟ اصلا قربونت برم، شب یلدا خوش گذشت عزیزم، انشالله که همیشه خوش باشی. عزیز دلم قربونت برم. نه بابا بذار برات بگم، یه دفعه پیش باهات صحبت کردم، گفتم که اینجوری و پیدا وسایل خونه شب کرده من دعوت کرد شب یلدا، گفتم نمیرم که نبینم اینا. آره ببین هر چقدر مقاومت کردم نشد. آره دیگه شوهرم ناراحت شد، گفت زشته یه شب خوش بگذرونیم. مادر شوهرم ناراحت شد، گفت مادر کینه ای نباش پاشو بیا. گفتم چه کینه ای، من جای دیگه دعوت شدم، من نمیخوام بیام. اینا دیگه به خاطر اون نگفتم، اون نگفتم به مادر شوهرم به خاطر وسایل خونه، چون میخواد به من نشون بده نمیام. هیچی دیگه، منم دیدی که مهربون. آره عزیزم قربونت برم، هیچی دیگه، گفتم بذار برم ولی اونجا حالشو میگیرم. آره ببین حالشو گرفتم ولی اونم حال منو گرفت. بابا قبلش فکر کن زنگ زد بود دعوا، من قشنگ ببین قشنگ فرم دادا، گفت باید بیاد فلانه. گفتم که هم با چه خاره هم با چه گیره، دقیقا باید بیاد فلانه. گفتم با کجای دنیا دیدی دعوت با چیز با دعوا باشه؟ هیچ دیگه اصرار اصلا باید بیاد. دیگه منم رفتم و اینا، گفتم میرم اونجا حالش میگیرم، قشنگ برنامه ریختم. رد رسیدیم و مادرشم گفت به به وسایل خونتون چه قشنگ عوض کردین فلان خوشگله. من قبلش با شوهرم هماهنگ کرده بودم اگه بگی وسایل خونت خوشگله من برمیگردم. آره قشنگ صحبت کرده بودم از اون زرنگا. من دیگه شوهرم هیچی نگفت و منم هیچی نگفتم و اینا. بعد یه دفعه این خوش من چیکار، یه مبارک باشه بگین. بعد منم گفتم مبارک باشه به چی بگیم عزیزم؟ گفت یعنی شما نفهمیدین وسایل خونه عوض کردین. ببین چقدرم وسایلش لوکس و شیک بود، اصلا نمیدونی اینقدر خوشگل بود، چه پولای خرج میکنن دختر. اون وقت من تو ساده من 3 سال گلدون عوض نکردم. به خدا ببین مردا هوای اون جور زنا بیشتر دارن و اونا اینقدر خرج میکنن. به خدا والا من تو ساده ایم. آره دیگه راست میگی دیگه، شعر آدم باید داشته باشه که خرج کنه دیگه، والا اون که شانس داره از همه جا. هیچی دیگه. بعد دیگه چی شد، منم میدونی چی برگشتم گفتم وا من فکر کردم وسایل قبلی یاد اون قبلی هیچ فرقی نمیکنه. بوی از رنگ و روشو میدیدی اینقدر ترسش در اومد، گفت مثل که آی کیوت هم پایینه، این با وسایل قبلی ها فرق نمیکنه. آره گفتم اولا درست صحبت کن، آگه من خیلی از تو بالاتر، خب رفتی وسایل تکراری گرفتی. ببین قد ترسش در اومد که نگو تا آخر شب اون به من تیکه میداخت من به اون. بیچاره مادر شوهرم اینجوری میگه مادر تو نگو، تو کوتاه بیا، تو خانومی فلان، از اون میترسه دیگه، جرئت نمیکنه به اون بگه. آره دیگه شوهرم چشم ابرو اومد، من خیلی جوری خودم میگرفتم، خیلی برپریدم. ببین مثلا اون غذا تعارف میکرد، به همه تعارف میکرد، مثلا اونجاست من تعارف نمیکرد، منم انقدر کشیدم خوردم حالشو گرفتم، همشم بولم بولم میخندم که هرسش در بیاد، مثلا خواستم خیلی باحالم. والا ولی بیشتر هرسم در میومد دیگه. چه وسایلی بود خانوم، چه وسایلی، به خدا بیا یکی انقدر خرج میکنه، قدر اونام بیشتر میدونه عزیز دلم. آره والا آره دیگه، تا آخرش هم نشستیم و با پاشیم من خونه و همین. آره والا چه حالش منم گرفتم ولی اونم حال منو گرفت، برپریده خیلی سلیته بانو. من فقط اونجا بودم گفتم خارشی روزگار این جاریه، امانت جاری چی میگم والا. قربونت برم عزیزم، فدات بشم عزیزمی، قربونت برم قشنگی بانو، مرغ خودت باش. نه عزیزم اصلا اینجور چیزا من ناراحت نمیکنه والا، چیکار کنم؟ حتی برم همش هفته یه با وسایل خونه‌ش عوض کنه. عزیزمی قربونت برم، فدات شم، خدا نگهدار.